شاگردای بسیار نازنین ما در این درس تنمین خوش آمدین. پیش از اینکه ما درس شروع بکنیم باید دعا را بخوانیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پس حالی آمدیم به درس تنمین. تنمین برای شما تعریف کردیم که تنمین یعنی چی؟ گفتیم که تنمین نونی است که آواز یا صدا داره اما رسم نداره. وقتی که رسم نداشته باشه آواز یا صدایش از کجا است؟ از دو زبر، از دو زیر، از دو پیش، با حرکاتی حرفی بعدیش که میایه به سر تنمین صدا یا آواز نون میبراید. امیر میگن که نونی تنوین. پس بنام نونی تنوین و نونی ساکن. این دو حروفی است که در بین دیگر حروف ها انتخاب شده تا تمام دیگر حروف هایی که در گرد نوایش پس پیش روی از این میاید این دیگر حروف ها را چی میتن؟ دیگر حروف ها را آواز یا صدا میتن. یعنی صدا یا آواز مختلف از همین طریق نون تنوین و نون سدین، نون ساکین چی میشه؟ استنباط میشه. مثلا حرف دیگری که می آید بسر نون ساکین نون تنوین یا صورت میگیره اخفا، یا صورت میگیره اظهار، یا صورت میگیره ادغام، یا صورت میگیره چی؟ قلقله و صورت میگیره انقلاب یا اخلاب. انقلاب برای شما تشریح کردیم که به فارسی میشه انقلاب، یعنی سرازیر کردن. وقتی که حرف با بعد از نون ساکن و نون تنوین آمد اینجا یک انقلاب صورت میگیره که ما چی میدونیم؟ خود همین نون ساکن و نون تنوین چی میخوانیم؟ میم میخوانیم. اگر باید داشته باشیم در بعضی کتاب ها بسیار مشخص نوشته است زمانی که همین طور جای انقلاب می آید باز یک نیمی چوچگه کمانده که شما فراموش نکنید نون تنوین و نون ساکین هم میم بخوانید. میم هم میم اخفا می خوانید. انشاءالله خالق پروردگار ما شما را توفیق عملی این نصیب بگردم تا بتانیم قرآن به درستیش چی بکنیم؟ بخوانیم یا قرآت بکنیم. پس آله در اینجا ما برای شما تنوین نشان میتم و که چه قسمی میایه به سر چیز سر تنوین چه قسم حروف صورت میگیره. مثلا در اینجا ببینید به حرف هایش یک دفعه نظر بیندازیم. یا زباو یا سین یا زیر زی. در اینجا که ما میگیم سی به خاطر چی؟ برای از این که برای سین زیر آمد برای این زیر یا ساکین آمد اینجا مد تشکیل شد. کش میکنیم سین یا زیر سی. ما نمیگیم سین یا زیر سی. اگر سین یا زیر سی بگوییم بعد از او حکمی مد طبیعی از بین میره. باید مد طبیعی را بکشیم. بعد از مد طبیعی را دو زبان رن این نون تنوین آمد. پس در اینجا یاسی رن یک قسم صدا میتا. یا من اشتباه گفتم برتم؟ مثلا در جمله دومی باز هم شین یا زیر شی آمده. یم شی باید مد طبیعی را در اینجا مراد بکنیم. باسی رن را الف دو زبان رن. اصل در موضوع درس امروزی ما سر عظمی تنوین است که را الف دو زبان رن میخوانیم. مخرجش را گفتیم در کجا هست؟ نوک زبان در پشت دندان های پیش روی. نوک زبان در پشت دندان ها اگر فشار داده نشود پس نون مخرجش نیست. زمانی که نوک زبان پشت دندان ها فشار دادیم با لب ها توسط لب و همکاری لب ها هوا را خارج کنین از دهانتان این میشن نون. اگر این اندک شما غفلت بکنید و برای و دماغ شود نون باز این امکان ندارد. این قسم قرآن خواندن درست نیست. پس بنان اینجا را الف دو زبان رن این نون برآمد. نوک زبان پشت دندان پچخ کردم رن. اصل موضوع درس امروزی ما همی است. پس بنان لطیفون فاد پیش فون لطیفون عظیمون
عظيم. امين نون التنوين في دو بيش دو زبا دو زيرس موضوع درس عين نون دو بيش نون باید نوک زبان در پشت دندان و هوا از راه لبا خارج شود و عیلد و قیل اکید و علیم میقاتن بنیه آوی شهید لابثین لام علیف زبان لا قبلا خوانده بدید بازر بی تا یا زر سی تا هم گفتیم که در نوک زبان و نوک دندان ها است و نون زبان نه لا بی سی نه باز هم وقتی که نه نون زبان نه میگیم باز هم زبان در پشت دندان ها میره مخرج خودم میگیرن نون زبان نه به این شکل میشه. این بود درس امروزی ما که برای شما نون تشریح کردیم، نون ساکن و نون تنوین. گفتیم که نون ساکن نون تنوین مخرجاش فهمیدیم، اما موضوع نون ساکن نون تنوین این است که تمام حروف ها را صدا میدن. چی میدن؟ صدای مختلف میدن. هست حروفی که انتخاب شده، چند حروفی است که باید نون ساکن نون تنوین اظهار شود، هست چند حروفی که نون تنوین و نون ساکن اقلاب شود چه ادغام شود، هست نون ساکن و نون تنوین که در اونجا قلقله صورت میگیره، هست نون تنوین نون ساکنی که در اونجا چی صورت میگیره؟ اقلاب صورت میگیره. این موضوعاتی هست که در تمام حروف نون ساکن نون تنوین امر میکنه، امریه میده با دیگر حروف ها. بسیار مهم است نون ساکن و نون تنوین همیشه دائما در فکرش باشین که از طریق همین نون ساکن نون تنوین شما قرائتتان قابل قبولی الله پروردگار صورت میگیره. بسیار متوجه باشین. این بود درس امروزی ما. الله پاک پروردگار ما شما را توفیق نصیب بگردد.